حسین آقای همراه ما هستم پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک در این بیانیه پایانی آقای آقایی از ایران نام برده شده در کنار روسیه چین و کره شمالی با توجه به اینکه میدونیم که ناتو به رهبری روته یک رهبری جدیدی رو داره باید منتظر یک سیاست جدیدی از توی اعضای ناتو در قبال ایران باشیم درود به شما و درود به مردم ایران ببینید آنچه که مقامات قدرت‌های بزرگ غربی در ناتو و در رأس اون آمریکا میگن به زبون میارن به اندازه اون که در عمل انجام میدن اهمیت نداره مضافه بر اینکه در خود بیانیه پایانی ناتو موسوم به بیانیه واشنگتن فقط سه بار به اسم ایران اشاره شده و هر بارم به صورت کلیگویی در واقع به یک سری از اون که اونجا اشاره شده اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی علیه امنیت یورو اتلانتیک و حمایت جمهوری اسلامی از جنگ روسی در اوکراین بهش اشاره شده از طریق ارسال موشک در حالی که در بیانیه پایانی, پایانی پارسال ناتو بیانیه نیوز یازده بار به اسم ایران اشاره شده بود در اونجا به طیف وسیعتری از تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی مشخصا اشاره شده بود از جمله تهدید اتمی پهبادی موشکهای بالستیک تهدید حوسیا و تهدید در واقع اون آزار و اذیت کشتی که توسط هویا انجام می شود. لحن تونتری هم داشت و قاطع تری در برابر جمهوری اسلامی بنابراین الان به نظر من می بینیم که در حد کلام هم هیچ گونه فاصله معنادار عینی و قابل اندازگیر رو از طرف قدرت های بزرگ اروپایی و مشخصا آمریکا نمیبینیم در برابر جمهوری اسلامی در برابر اون سیاست مماشاتی که اینها در پیش گرفتن میشه گفت یک نوع سیاست مهار مماشات آمیز رو کماکان آمریکا داره ادامه میده به همراه فشار محدود و ولی کنترل شده روی جمهوری اسلامی ولی نکته بسیار مهمی هستش که الان فکر میکنم که این دلیلش این استش که آمریکا و قدرت های بزرگ اروپایی در ناتو دنبال فرصت هستند با انتصاب پزشکیان اونا منتظرن ببینن که آیا تغییر تغیر رویه اساسی و عینی از طرف خامنه ای در ایران صورت میگیره نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله اتمی آیا جمهوری اسلامی به سمت تنش زودایی به صورت معنادار خواهد رفت پالس تغییر رو به صورت عینی خواهد داد اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی اینا وارد فاز مذاکره میشن در غیر این صورت چون ما اکتبر 2025 رو داریم تا 14 15 ماه دیگه که مکانیزم ماشه اعتبار داره تا اون موقع اگر جمهوری اسلامی بخواد بره وارد فاز تنش زایی به نظر من ممکنه که معادله عوض بشه و تنش ها بیشتر بشه محورهای به اصلی بیانیه یکی از محورهاش البته جنگ اوکراین هم بوده آقای آقای با توجه به اینکه این احتمال رو باید در نظر بگیریم که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن هست که دونالد ترامپ جایگزین بایدن بشه فکر میکنید که آمدن ترامپ میتونه این حمایت ها رو دستخوش تغییرات کنه ببینید آمدن ترامپ یعنی اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه بازم اگر هستش این کابوسی برای زلنسکی کابوسی برای اوکراینه و کابوسی برای اعضای اروپایی ناتو هستش و آمدن ترامپ به نظر من باعث میشه که او سیاست انزواگرایی رو در پیش بگیره این سیاست انزواگرایی ترامپ به معنای این نیستش که آمریکای تحت رهبری ترامپ به دنبال اون ادامه استیلا و برتری خودش به لحاظ نظامی در جهان به خصوص در نیمکره غربی نیست کما اینکه رهبران انزواگرای آمریکا در 1930 در دهه هم به دنبال استیلا و برتری نظامی آمریکا بودند این به معنای کاهش تعهدات نظامی و امنیتی آمریکا نسبت به شرکای خودش هستش در اروپا در ناتو و در منطقه خاورمیانه و به باور من ترام اگر رئیس جمهور بشه سعی خواهد کرد که چون مهار چین اولویت او خواهد بود مسئولیت پذیری بیشتری از طرف کشورهای ناتو کشور اروپایی ناتو شاهد باشه اونا بیشتر مسئولیت قبول بکنن تا آمریکا بتونه که به مهار چین به پردازه به خاطر همینه که در 75 سالگی ناتو اعضای اروپایی ناتو دارن سعی میکنن که خودشون رو در برابر سناریوی ای ترامپ ایمن بکنن ترامپ گفته بود که یا نقل قول شده بود از اون که اگر رئیس جمهور بشه یک پنی هم به دولت زلنسکی پول نخواهد داد گفته بود اگر اروپایی ها مسئولیت پذیری بیشتری رو قبول نکنن به لحاظ مالی اجازه خواهد داد که پوتین هر کاری که میخواد با اونا انجام بده در اروپا و البته ترامپ یک کینه شخصی هم نسبت به زلنسکی داره به خاطر پرونده فعالیت های اقتصادی پسر بایدن در اوکراین آره من فکر میکنم وضعیت بعدی خواهد بود برای اوکراین ولی دولت بایدن هم معلوم نیست استراتژیش در برابر روسیه آیا به دنبال شکست روسیه به معنای واقعی هست چنین چیزی فعلا مشاهده نمیشه در آخر این هم اشاره بکنم آمدن ترامپ میتونه یک کابوسی برای جمهوری اسلامی باشه نه به صورت صد درصد ترامپ هم به دنبال معامله با جمهوری اسلامی هستش ولی یک کابوسی میتونه باشه حتی به صورت موقت برای اینکه او به دنبال مذاکره با پوتین خواهد بود و در جیب پوتین کارت جمهوری اسلامی است خیلی متشکرم از شما حسین آقای رابطه بین الملل و امور استراتژیک